سلامونه، اختر مو مبارک شه او بیا هم خراغلات سهار جوانته. با دی هلیم چه ده اختر دریم او رز با مو هم پا خوشحالی سر پیل کردیوی او ده سهار جوانده خپروانی لیدون که واوسی. انشالله که دو روز اید سعید فطره با خوبی، خوشی، با عشق و با آرامش سپری کرده باشن و امروز که روز سوم اید است، البته در فرهنگ افغانی دیگه آخرین روز اید است، اما با بعض از هموطنان ما که مصروف کارها می باشن یا هم بر خانم ها اید دیگه تا هفت روز ادامه پیدا میکنه، ولی امروز آخرین روز ویژه برنامه ایدی صبح زندگی است که ما تقدیم شما میکنیم. شما هم از این فرصت استفاده بکنین و لذت ببرین و ما هم قرار است مثل هر روز امروز باز هم لحظات ایدتان را زیباتر و رنگینتر بسازیم. انشالله که امروز هم یک روز خوب، خوش و پر از زیبایی در پیش رو داشته باشن. ما بصیر حبیبی با جمشید احمدی در دو ساعت برنامه با جمع از همکاران و مهمانان عزیز در خدمت شما هستیم و حتما بیننده ویژه برنامه صبح و زندگی تا ساعت ده به طور زنده باشن. خب هموطنان عزیز، کسایی که نتونستن دو روز برنامه را ببینن، تمامی بخش های برنامه در چنل یوتیوب ما به طور تکرار هم گذاشته میشه و بعض از بخش هایش در صفحه فیسبوک ما هست که میتونین بیننده باشین و نظریاتتون با ما شریک بسازین. و امروز هم قرار است که گزارش حفیظ جان در شروع برنامه داشته باشیم، متفاوتتر از هر روز، و چون عید است حفیظ جان هم به عیدی کردن خانه یکی از هموطنهای ما رفته. میریم با هم میبینیم صحبت های حفیظ جان و دوباره برمیگردیم. عطر خوشبوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان. سلام هموطنان عزیز، عید شما باز هم مبارک باد. آرزو میکنم عید خوب را سپری کرده باشین. امروز هم سوم عید سعید فطر است، با شما هستیم در ویژه برنامه عید سعید فطر، برنامه صبح زندگی. ما را همراه باشین تا لحظات پایانی و تشکر از حفیظ امیری از که گزارش تقدیم ما شما کرد. ما جمشید احمدی و بصیر حبیبی با جمع همکاران بخش تکنیکی و نشاری در خدمت شما هستیم. در این بخش مهمان خیلی گرامی داریم، عزیز الله شارخی، معاون فدراسیون تکواندو ITF با تیم ورزشیشان که ورزشکارای تیم ملی هست، یک اجرای خوبی را هم می داشته باشیم. اما قبل از او وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشین. دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، بازم عید شما خوبان مبارک باشه. سوم عید است و امروز هم جمعه مبارک است، ویژه برنامه صبح زندگی. ما در خدمت شما خوبان هستیم، ما را همراه باشین. باز هم در صبح زندگی مهمانان خیلی گرامی داریم و موضوعاتی که امروز در برنامه تقدیم شما میکنیم. کسایی که امیل از شنونده آریون اف ام هستن، حتما در مسیر راه هستن. انشالله کسایی که دید و دید میکنن، خانه دوستا میرن، خوش بگذره امروز هم برای شما. ما رو همراه باشین. عزیز الله شاروخی، معاون فدراسیون ملی تکواندو ITF با ما هست و همچنان همراه با تیمشان تنها نیستن، اجرای خوبی ورزشی داره. خیلی ها که ورزشکار هستن، ورزش دوست هستن، حتما نمایشات یا حرکات ورزشی بخصوص از رشته تکواندو را دوست دارن، اجرای خوبی هم داریم، فراموش نکنین. آقای شاروخی سلام، عید شما مبارک، تاعت عبادات شما قبول، خوش آمدین به برنامه صبح زندگی. تشکر، زنده باشی. به نام آن که هستی نام از یافت، پلک جنبش زمین آرام از یافت. در قدم نخست سلام و عید شما تبریک و عید همکاران شما تبریک باشه و همچنان از طریق تلویزیون جهانی آریانا به تمام هموطنان خود عید سعید فطر را تبریک میگویم. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امیل لباس های سفید نماد از صلح و دوستی و صمیمیت است و چقدر زیب میتونه ورزشکارای تکواندو را بخصوص شما را یه همش برمیگرده. بازم به مو کسی که در رأس شما از آقای شعیب رحمانی که ما اینجا هم برشان سلام تقدیم میکنم و عیدشان مبارک باد، دوست داشتیم که در کنار ما باشن، اما متاسفانه نظر به اینکه کم ساعتشون خوب نبود، خب نماینده شما هستین و از تیم بگوین، از برنامه هایتان بگوین، روزهای عید چگونه سپری میشه با ورزش و ورزشکارا؟ بله، تشکر از شما. این روز عید بسیار خوب سپری میشه. در آینده ها ما برنامه های خوب داریم روی دست، انشاءالله مسابقات چند مسابقات خارجی است و در داخل فدراسیون ما انشاءالله برنامه های خوب پیش میره، ورزشکاران ما آمادگی های خاص داره. بله، ورزشکار تیم ملی در کنار ما شما امروز هست در صبح زندگی، فکر میکنم نمایشات خوبی را شما تقدیم ما و بیننده های عزیز می داشته باشین. بله، در بخش پروگرام چند حرکات تکنیکی را ورزشکاران ما اجرا میکنه. ورزشکارای خوب با اراده، کسایی که
تلاش کردن به قهرمانی هم برسن و امروز محبت کردن آمدن به برنامه صبح زندگی نمایشات ورزشی را اجرا بکنن. عید شما هم مبارک باد. باش که یک پیامیت مبارکی ازشان داشته باشیم. از سمیر جان رحمانی. برام خدا سمیر رحمانی هستم. از وی تیم ملی تکنیتیف خدا کنه. مایک کم نزدیک بگیرین که. خدا کنه عید خوب خوش داشته باشید. با خیر و سلامت باشین. مسیر رحمانی یکی از قهرمانای خوب تکواندو. بسم الله الرحمن الرحیم. بلند بگیرین مایک خوب که. سلام به شما، سلام به بیننده‌های عزیز تلویزیون. عید به شما و به بیننده‌های تلویزیون تبریک عرض میکنم. بله. بفرمایید شما. سلام امداد الله ما عید دوستاسم مبارک وی ټول کارمندانو ته عید مبارک وای. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دادگر و توانا و درود به پایان بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در نخست سلام و تقدیم عرض ادب عید مبارکی جناب حفیظ جان داریم و احمدی جان و برای تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا. امیدواریم که تا این دم عید خوب خوشی را داشته باشیم. سپاسگزار هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه تحفه نبی کریم صلی الله علیه و سلم را برایتان تقدیم می دارم که برات از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته می باشد. ثانیاً عید را به تمام بیننده های عزیز تقدیم می دارم. خودم منیب رحمان از ولایت میدان وردک لسولی جریز عضو تیم تکواندوی آیتی. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. فردین شاروخی هستم عضو تیم ملی. عید شما دوستا تبریک. قهرمان کوچکم مایک بتین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خودم پولاد شاروخی هستم. عید را به تمام افغانستان تبریک. سپاسگزار. عید شما بازم مبارک باد آقای شاروخی. ماشاءالله ورزشکارا با انرژی هستن، با اراده هستن. از این بگین که قهرمانی هایی که شما به خاطر فدراسیون ملی تکواندو ITF به دست آوردین یه همش برمیگرده به می جوانا و نوجوانا. تلاش های شما بوده و رئیس فدراسیون شما بوده. واقعا من تشکر میکنم از مؤسس صاحب شعیب رحمانی رئیس فدراسیون تکواندو ITF افغانستان که واقعا بسیار برنامه های منظم داشته که باعث ازی شده که ورزش تکواندو ITF در افغانستان و همچنین در بسیاری از ولایات به طور خوب رشد بکنه و انکشاف پیدا بکنه و دستاوردهای خوبم به مردم شریف افغانستان نامی قهرمانان تکواندو ITF افغانستان تقدیم کرده. بله. اجازه شما هست که تیم بره یک اجرای هیجانی با مو سر صدای تکواندو که یک وقت یادش بخیر ما هم خرد بودیم با آقای شعیب رحمانی یک جای تکواندو میکردیم. ما رو به یاد امو جوانی ها انداختن. شما برشان اجازه میتین؟ انشالله. بفرمایید. سمیر جان شما از ایرا، مسیح جان از امیرا و دوستای دیگه از او مسیر. بفرمایید. خیلی عالی. کسایی که فرم اجرا میکنه آقای شاروخی. سه نفر هستن، چهار نفر؟ دو نفر هستن. خب این دو نفر هستن فعلا؟ بله دو نفر هستن. خیلی خوب. سمیر جان رحمانی و مسیح جان رحمانی، دو پسر خوب شعیب رحمانی رئیس فدراسیون تکواندو ITF. آماده هستین سمیر جان؟ خیلی خوب، بفرمایید. نام خدا. خیلی عالی اجرای خوب. و اجرای بعدی کی است شاروخی صاحب؟ شکستاندن است. خب بازم شکستاندن مسیح و سمیر است. بله. خب آماده هستن. اجرای بعدی را هم داریم. شکستاندن اجسام سخت است و شما در خانه کوشش نکنید که بعضی چیزها را با لگت و با دست بشکنید. خدای نخواسته آسیب پذیر نشین. بفرمایید بازم اجرای بعدی را میخواییم پسر هم ببینیم و لذت بریم. ما رو به یادم و گذشته ها انداختین سمیر و مسیح. ماشاءالله خیلی حرکات خوبی اجرا کردن. بله. این فرم اسمش یادم رفته بود. این یونکوک. یونکوک. بله. بله. خب آماده هستی سمیر جان؟ بله. تخته ها هم خیلی محکم به نظر میرسه. بله. نام خدا. آفرین. بازم نام خدا. چک بکنید برش کف بزنید تشویق شد سمیر.
آی نام خدا. نوبت مسیح رسید؟ بله. مسیح جان متوجه باشی که خدای نخواسته سمیر آسیب پذیر نسازی. آفرین. آماده؟ خب خیلی عالی. مشکل از سمیر بوده که شروع کرد. بله به خاطر که خب. تخته کم میخواه حتما سمیر حراس کرد که خیلی عالی. نوبت نام خدا. خب نرمش که نباشه باز مشکل هم هست. مشکل ها دست نرمش رو ندارن. خب خیلی عالی بود کارتون. آفرین. خیلی عالی. بفرمایین. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. در اخیر من جا دارم شاروخی سو فکر میکنم از سمیر جان و مسیح جان دو ورزشکار خوب ما که تانستن کمربند دانچار از فدراسیون جهانی تکانو ایتف بدست بیارن. بر شما مبارک باشه مسیح جان و سمیر جان. چون بزرگا گفتن میگه مربی دارین مربا بخورین. شما پدر بزرگوار دارین که اونا یکی از قهرمانای خوب بودن در جامعه ورزشی. اخلاق نیکو داشتن و فعلا هم خیلی زحمتایی که اونا متقبل شدن در فدراسیون تکواندو ایتف و این قهرمانا را تربیت ساخت به جامعه تقدیم کردن. سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. سپاس از شما ایزا هم که بیننده ویژه برنامه صبح زندگی هستین. حرکات نمایشی تکواندو ایتف با هم یک جا دیدیم. در حال حاضر وقفه داریم. دوباره برمیگردیم. بخش بعدی را با بصیر حبیبی فراموش نکنید. سلام عزیزو خوش آمدن به ادامه صبح زندگی. ایدتان باز هم مبارک و یک سلام خاص تقدیم هموطنان ما که خارج از کشور هستن و امروز بیننده صبح زندگی به طور زنده حال از وبسایت ما هستن یا از هر طریقی که شما دسترسی دارن. امیدوارم با شما هم خوب و خوش بگذره هر لذیذ. خوب است که به خانه هموطنان ما که در خارج از کشور هستن جدیدا مهاجرت کردن برن و رسم و رواج ایدی ما را زنده بسازن و ما هم مهمون دارستم در این بخش و البته حسنا جان که استاد هستن در کنارش صدف جان و لیلا جان که فالین اجتماعی هستن امروز مهمان هم هستن در صبح و زندگی. بیشتر صحبت ها را می داشته باشیم. روی صد بفرمایین میتونین که کلچهایتانم بگیرین. البته زینب هم امروز مهمان ماست. شما امروز شاید در ذهنتان گشته باشه که زینب کجاست و امروز قرار و وعده زینب هم بود به ای که باید راز ایدی خدا بر ما بگویه. بفرمایید زینب جان بیا خودتون. امروز زینب هم یک رنگه که متقندول و مقبول پوشیده. زینب سبت تا بیار بر ما. تو هم برو برات کلچه بگی. امروز زینب هم گفت که ما هم صبحانه نخوردیم. چطور استی؟ خب تشکر. برو برات کلچه بگی. باز بیا در پیش خاله لیلا بشین. خب ای سبد زینب جان است و به تمامی میمانای ما که به برنامه میایه خینم اندازه و ای هم دخلکش است که ایدی میگیره از کل میمانای ما. حالا هر خدر که میمانا میخواین ورشان ایدی میده و امروز روزش هم میگه که با زینب با ای ایدی خود چی کار میکنه. خب لیلا جان خوش آمدی. ایدت مبارک. خوب استی؟ تشکر. زنده باشین. سلام به شما بصیر جان و حاضرین در تالار و تمام بینده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا. اید شما مبارک. اید همکاران عزیزتان و تمام ملت افغانستان ایدشان مبارک باشه. امید که اگه دو خوب خوش داشته باشه. سلامت باشین. زینب بیاد که سبت ده بگی. صدف جان شما خوش آمدین. ایدتان مبارک. تشکر بسیار جان عزیز. خوش باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت تک تک حاضرین گرامی و کسایی که ما را از طریق تلویزیون جهانی آریانا میبینن. ایده برای همگی از صمیم قلب تبریک میگم. انشالله که یک عید خوب و خوش از عیدم سپری کرده باشین و یک روز هم که باقی مانده را به خیر سپری کنید. بله البته به خانم‌ها دیگه یک روز باقی نمونده. هنوز 4 روز دیگه فرصت داریم. حسنا جان شما هم خوش آمدین. عیدتون مبارک. خوش باشین بصیره جان.
به نام خداوند لوح قلم حقیقت نگار وجود عدم، خداوندی که داننده ای راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. در نخست سلام ادای احترام خدمت شما تشکر. و تمام همکاران عزیزتان، امید خوب و صحتمند باشن. عید سعید فطر صمیم قلب برای شما و تمام ملت غیور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم. امید که روزهای عید خوب و خوش را کنار دوستان و فامیل عزیزشان سپری نمایید. تشکر. فردا میرن مکتب یا رخصت است؟ فردا طبق لایحه‌ای که وزارت کار و امور اجتماعی اعلان کرده خود رخصتی است. رخصتی است. خوش شدن یعنی؟ والله خوش شدیم، چون که معمولا امی یک ماهی که مبارک رمضان گذشت کلن ما مصروف تدریس و درس دادن اینا بودیم، امی خستگی هایش در طول امی سه روزی در البته که رفت همیشه یک روز بیشتر هم باشه، چون بیشتر از دوستان و اقاربینا دیدن کنیم و روزای عید خوب تسبیح کنیم. والله ما کل عید ما در دفتر سپری شد، صبح هم میاییم و شاید روزی که رخصتی داشته باشیم هفته بعدی روز جمعه می باشه، ولی خوب است که با هموطنهای ما هستیم و خوش میگذره. صدف جان، به خودت چطور گذشتید و برام یک کار متفاوت تا بگو ده دو روزیت که انجام داده باشی و بر خودت متفاوت بوده باشه نسبت به هر عیدی که در سالهای گذشته بوده؟ در کل خو برای دختر خانم‌ها و زن‌ها دیگه در عید بخصوص روز اول عید مهمان نوازی است. بله. مهمان نوازی میکنن، ولی روز اول عادی گذشت. دیروز هم که بود دوستای ما آمده بودن خانه، دیگه یکی ده بسیار عالی بود با من. خب با دوستا واقعا که خوش مگذره. بله. نسبت به هر شخص دیگه با دوستا خیلی خوش مگذره. خب خیلی خاطره متفاوتت بود عزیز. بله. بر لیلا جان چطور بود؟ رمضان چطور گذشت؟ برم بگو که منتظر بودی که روزه سیوم نباشه یا نه میخواستی باشه؟ با خدا بسیار جان روز چپرسان که این رمضان بسیار یک رمضان خوب بود، یعنی نه تشنگی و نه گرسنگی را نفهمیدیم تا مسیر روز رمضان. حتما ما قرار خواب بودن دیگه، خوردن و خواب کردن. نه خیر، مکمل یعنی رمضان در پاکایی تی شد به خاطر دامادگی پاکایی و خوش شدم که رمضان مکمل سی روز آمد. خب خوب است. و زینب میای برتون خینه مندازه، کدام تون خینه را دوست ندارن؟ که با مو اول بندازه. نه بیا با لیلا جان خینه بنداز. البته یه خینه یک پیام از خود داره. حسنا جان، صدف جان و لیلا جان، زینب خینه مندازه و معمولا زمانی که ما خینه مندازیم رنگش به چند روز. بیا زینب جان میتونی که اینجا بشینی پلوی لیلا جان و برشان خینه بندازی. البته این خینه ما یک پیام دارن، ای که زمانی که این خینه را مندازه شما باید کمک بکنن با یکی از اطفال خیابان می باشه یا هم خانمهایی که نیازمند می باشن شما کمک میکنن. احیانا اگر فراموشتان میشه رنگ این خینه به این تعهدی که به ما دادن شما را به یادش مندازه و حتما باید این کار شما انجام بتن. خب زینب جان هم زیاد خینه نمیندازه، فقط یک گل بنحیث یادگاری از برنامه به شما مندازه. تشکر زینب جان، خوشت آمد. خب حالا با صدف جان هم خینه بنداز. البته زینب ایدیو میگیره، چیکار میکنین؟ ایدی میتن به زینب یا نه؟ یا بعد از برنامه میتن؟ ایدی خب برش میکنه. حسنا جان چه قیدی جمع کردی؟ خب معمولا ما در سن طفولیت بودیم یا در نوجوانی بودیم معمولا ایدی میگرفتیم، اما از وقتی که شاغل شدیم یا وظیفه میریم معمولا به اطفال کوچک ایدی میتیم، ایدی نمیگیریم. خب ایدی نگرفتین؟ نه خیر نه. خب زینب جان و حسنا جان هم خینه بنداز و بسیار تشکر لیلا جان، صدف جان و حسنا جان از اینکه به برنامه اومدن. امیدوارم که روزهای بعدی و امروز که البته روز هنوز ادامه داره، ساعت های بسیار زیاده از روز سومید باقی مونده، خوش بگذره برتون و خیلی خوشحال شدم که امروز در برنامه بودین. تشکر. تشکر از شما از دعوتتان. تشکر. میشه که باز در آخر خینه تان نشان بتن به کمره که ببینن و در ادامش هم وقفه میگیره. بیننده ها شما خینه ها رو ببینن، با دیدن می خینه های مقبول ما وقفه میگیره. دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، شما که همین لحظه بینید ما هستین. بازم سوم عید مبارک باد، خوشاسته باد. امروز اتفاقا دو عید است، یکی که جمعه هست و دیگه این که روز سوم عید سعید فطر است. مهمان خیلی گرامی داریم در صبحانه. همیشه شما دیدین و فعالیت ها و کارهای شارولی کابل که شبای عید چراغانی بود، واقعا لذت می‌بردیم زمانی که شب گشتی می‌رفتیم بعضی جایا
لذت به خصوص خود داشت. نعمت الله بارکزی نماینده شارولی کابل با ما هست و عید مبارکی می داشته باشیم. صبحانه رو با هم یک جا نوش جان بکنیم. شما که تازه تصمیم گرفتین که صبحانه نوش جان بکنین، اشتیای خوب برای شما همچنان داریم. آقای بارکزی سلام، ایام شریف، عید شما بازم مبارک باشه. روزه و نماز شما قبول. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت همکارای محترمتان، خدمت زینب جان نازنین و هر کسی که ما را از پرده تلویزیون می‌بینه. امید که عالمگی خوب باشه، عیدشان مبارک، صبحشان بخیر. بله. عید چگونه گذشت تا امروز بارکزی صاحب؟ والا اکثریت روزا دیگه پری روز و دیروز امروز دیگه تا ساعت 11 بجه خدمت رسانه‌های محترم هستیم. تشکر از اینکه دیگه شخصی میشه. امروز دعوت ما رو پذیرفتین، صبحانه که آماده است. سپاس. ما هم قصه میکنیم و هم صبحانه را نوش جان میکنیم. ما و خود تو زینب جان کوچک قندول در صبحانه امروز دور هم هستیم. بهترین کار. صبحانه که آماده است، زیتون، ترکاری که بادنجان رومی و بادرنگ. خوب مصرف کرده تلویزیون والا. کی پرودوسر برنامه تلاش کرد که این صبحانه را ما پررنگ بسازیم. مهمانایی که مثل شما داریم باید صبحانه خوب نوشجان بکنن. چی میل دارین بارکزی صاحب صبحانه شما؟ میگیریم میده میده قصه خدا بکنیم بهتره. شما بگیرین پنیرم بگیرین. زینب خودت چی نوشجان میکنی؟ و ما هم این در کنار بارکزی صاحب صبحانه را نوشجان میکنم. کسایی که امین لحظه صبحانه را آماده کردن نوشجانشون، شبای کابل چراغانی بود. خب شما میدونید که ایام زمانی که میرسه باید یک تغییر کلی بیاید. مهمی نیست که نو کنه باشه، مهمی است که پاک باشه و تمیز باشه. حتی در خانه ما شما اگه توانایی نو کردن چیزی باشه هست، در غیر صورت هم چیزی که از بسیار زیبا را میشوییم، پاک میکنیم، آراسته میکنیم. بله. و شهر کابل هم بدون شک خانه همه کابلی ها هست، خانه همه ما شما هست. از پل کوتاه سنگی که یک چراغانی بسیار زیبا شده بود تا تقریبا 7-8 چراغی دیگه جدا از چیزایی که شده بود، یکی از استوردهای شارولی کابل در ایام عید بود. جالبی است که وقتی که زیر پل پاکاری میکردن، رنگامیزی میکردن، چراغانی میکردن، بعضی کسا در فیسبوک نوشته کرده بودن که پل کوتاه سنگی درس کرده او را میخواین توسط انگاف بپوشانن. ابو میگه آفتاب با دو انگشت پنهان نمیشه. اینا میخواستن با یک بنده خدا پست کرده بود با یک تلویزیون دیوانه دیگه اون طرف است، او هم عاجل نوشته کرده پل کوتاه سنگی درس کرده. دو تو نبود چراغانی میکردیم زیرش. بعد جاش خب بخواین نخواین با رنگ باید تنظیم میشد. این طور مبحثی نیست، با چا خنده کردیم والا. شبای رمضان دیگه کلا دمو کارهای نوایی مصروف. میگه سال که نیکوس از بهارش پیداست. خوبیای سال 1403 ای بود که اول خب بهار جدید 1403 بود، بعدش ماه مبارک رمضان بود، بعدش هم عید سعید فطر بود. پشت سر هم اینال خوشی ها از درا هست. انشالله که ما بتانیم البته در افغانستان پیشرفت های خوبی داشته باشیم. صبحانه رو خیلی بگیرین بارگزای صاحب که قصه هم بکنیم. نمی فهم شیر میل دارین؟ زینب جان خودت هم نوش جان بکنم. ما یک مهمان کوچک هم داریم. بله. یک گپ خاص هم داریم. خب شاید چند لحظه دیگه باز بعد از صبحانه خوردن البته او رو باز براتون بگم. زینب جان من قصه کردم میخورم. شما میگفت ما صبحانه نمیخوردیم. یعنی شما صبحانه رو نوشان کردین؟ اول صبح نام خدا کسی که چه میگن زیاد فعال میباشن صبحانه شون آماده باش، اول صبح صبحانه نوشان میکنن. هفت بجه وقت طرف دفتر میری، شش نیم بعد صبحانه آماده. کارمندای دولت همین گونه است. ما هم مثل اصلا ما رو خونه میبرن. ما رو به زور از خانه میکشن. میرید زودتر برین. با تخم مرغ چطور؟ ولا پنیر کفایت نمی کنه. بارگزای صاحب یادم میاد اون زمان جوانی های شما دیگه. حالا که نام خدا جوان هستین در رسانه بودین. امیر هم صبح زود صبحانه رو نوشان میکردین یا خیر؟ نه همیشه صبح زود بود. من صبح زود 11 سالی که صاحب وظیفه شدیم همیشه صبح وقت. چکر بسیار زیاد. تخم بازی خو مشتاق تخم جنگی. یک تخم بازی میگن یک تخم جنگی میگن. نه تخم جنگی تخم بازی نیست. تخم جنگی سیسه هم بخواستم که یک خب یا ببینیم یک تست میکنیم شما یا من. بیادر یک بار. نه ما نچشیده بودم دیگه، همه تو خدایی پیش. نه سایگو. خب پس خودتم سعی تو خم جنگی یاد داری. بیا خیلی بارگزه مخ میزبان هستم. بیا اینه اینه دوستان بارگزه سم شما باختین. همون تو خم پوست بکنین، نوش جانم بکنین. و خب زندگی برد و باخت داره در کل. دقیق. یکی از سرگرمی های قوی در روزهای عید تخم جنگی است. تخم جنگی است. و چی یک لذت دارم دوره جوانی و نوجوانی که هر کی دوست داره یک بازی های داشته دقیق باشه. زینب جانم میای میگه من میخوام عیدی مام از بارگزای سو بگیرم و کف دست شونم یخینه. این دیسی ما بر شما خب. خیر بچ میمونه مشکل نیست. خب بیا زینب جان این ما صبحانه رو نوش جان میکنیم خودتم. خب خیر ما شواد من اگر شب بسیار خوب خواهد بود.
باز طفلا زیاد دوست دارن. آوار کودکی، جوانی، نوجوانی میرم دیگه در ذهن هست از همه ما شما فراموش نمیشه. پیر نیستیم برادر. یگان دوستان میگم خرمن درش از ما گذشت. این سن سالی که بودیم گذشت. خب با کف دست چپ یا راست فرق نمیکنه اینا. یعنی زینب جان کاکا برگزیتم آماده است. والا خوب مسلکی آدم داره. زینب جان از سه روزی با ما بوده و یک دخلک هم داره و ما ایدیای خودم که جمع میکنه باز یک راز از او که ایدیا را بر کی میبره. امروز گفته که من روز سومید باید بگویم پولهایی را که جمع آوری کردیم ایدی که گرفتیم بر خود نگرفته برگزیتم. خوب کار میکنه آدم یار احساس قابل قدر است. امروز خود گفت زینب جان فکر میکنم باش کار خونه میکنه. امکاناتش قوی است. خیلی دختر پرتلاش هم است، آماده هم است و چطور است زینب جان؟ این اصلی خینه را فراموش کرده بود بارگزایسه؟ جایی که چراغانی شد مردم هم همکار بود با شما در شب روز شبهایی دیگه البته در روزهای رمضان جایی که میرفتین کار میکرد؟ قطعا مردم با ما همیشه همکار بود. اگه همکاری مردم نباشه ما هیچ کارم کرده میتونم. چون هر اتفاقی در شهر مفتده داخل شهر است، ما مجبور نیستیم برش یک عسکر استاد بکنیم که مشکل برش ایجاد نشه. هر پیشرفتی از هر تاسیساتی از هر زیبایی که هست و اگه همکاری مردم نباشه قطعا ما نمیتونیم. یک واقعیت مطلق است. یه همکاری مردم است که ما هر کار را به راحتی میتونیم به پیش ببریم. ان شاء الله که یه هم یک نماد خوشبختی باشه. ما گذشت از ما روز اولی بود. خیلی بسات خوب است. خیلی عالی است. سوالی نمیکردن. زینب جان که امو دخلکه که داری گفتیم از آل وقت گپ از بخاله. ایدی خودم میگیره از شما. ما امروز گفته که در پایان برنامه باز من میگم که من ایدی را چی میتونم. این زینب جان. قربانت زنده باشی. خب پس ایدی در جیب آماده است دیگه بیاد. خب شما دیگه چی پوشدار هست. بفرمایید عزیز زیتون هم برتون اول صبح فکر میکنم زیتون خیلی فایده هم داره. و ما که جور نامدم کتم زیتون جور نامدم اصلا جور نامدم ای جور نامدم پس ما خودت یک رقم همون این پنیر بیترین گا پس از او تخم هم نوشان کنم میتونه. خب چی لذت داره در کنار دوست هم او صبحانه خوردن؟ دقیق اولا هر چیزی که باشه اگر نان خشک هم باشه همون نان پیاز پیشانی باز واقعی پیشانی باز پیشانی ما خوب باز بود آواز بود خیلی سو باز گذار پروزیسر هم میفهم مگه از خود پیشانی نه پروزیسر همیشه دارش همون میزبانی از اونا بوده که شما تا اینجا آمده شکر میکنم دلاورت عزیز انسان هستم خیلی سو باز گذار قربان انشالله که امروز عید خوب خوش داشته باشی و شنبه که بخیر باز به کارها آغاز میکنه شنبه هم رخصتی است خوش بخت است تمام رخصتی است ان شاء الله ما در خدمت هموطنان هستیم قربان تن زنده باشین من به نوبه خود بازی تبریک میگم خوشحال شدم از اینکه جا آمدم چند لحظه با شما بودم امیدوار هستم که افغانستان عزیز ما روز به روز همین قسم پلای آبادی و پیشرفت و ترقی رو طی بکنه ان شاء الله سپاسگزار هستم از آقای نعمت الله بارگزای نماینده شورای کابل که همیشه تلاش کرده همیشه در برنامه‌های ما بوده و امروز هم در ویژه عید در صبحانه با ما همراه بود ما هم لذت بردم صبحانه رو نوشجان کردیم حالا هم وقفه داریم ما رو همراه باشین در صبح زندگی ما که ویژه هست فراموش نکنین لحظاتتان شاد باشه عزیزای دل به ادامه صبح زندگی خوش آمدین عید سعید فطر باز هم بر هم شما مبارک باشه کسایی که همیال از خواب بیدار شدن صبحتان بخیر و میتونن که همی لحظه بیننده برنامه ما به طور زنده از آریانا و آریانا نیوز باشن در این بخش برنامه هم مهماندار هستم و قرار است که خاطرات مکتب تان زنده بسازیم کسایی که فارغ شدن البته حالا خو بیشتر از دختران متاسفانه که میتونیم برشان بگویم که فارغ شدن بعد از صنف 6 و امیدوار هستیم که دوباره در مکاتب هم باز شود در پنتون ها هم باز شود تمامی دختران سرزمین ما بتونن به حقوقشان دست پیدا بکنن و خوشبختانه که امروز هم استادا و معلمین بسیار عزیز مهمان مستن پروانه جان شبانه جان و رئیسه جان شبانه جان خوش آمدین صبحتان بخیر عیدتان مبارک تشکر وسیله جان سلام خدمت شما و خدمت هم همکاران عزیزتان عید شما هم مبارک و همچنان یک سلام ویژه دارم خدمت هم عزیزانی که ما را میکنون تماشا میکنن و عید شما مبارک تشکر شبانه جان عید شما مبارک خوش آمدین سلام البته پروانه جان بله سلام بر شما سلام به تمام بیننده های عزیز تلویزیون آریانا تشکر عید شما مبارک از دو همکار خوبم شبانه جان و همچنان رئیسه جان
فرورا سیدی هستم، فارغ التحصیل از رشته هارتیکالچر انستیتوی تعلیمات تکنیکی مسلکی افغانستان، همچنان یکی از اساتید و سوپروایزر در لیسه عالی خصوصی صدیق اکبر. بسیار عالی. رئیس جان شما هم خوش آمدین، عیدتان مبارک. تشکر بسیاره جان، سلام دارم خدمت شما، خدمت همکارای عزیزتان و خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون آریانا و عید سعید فطر اول به شما، به همکارایتان و به تمام بیننده های عزیز تلویزیون شما تبریک میگم. خدا کنه که تا عیدم عید خوش داشته باشن و بعد از عید میدشان به خوبی سپری شود انشالله. برم بگوین که در بینتان شبانه جان، شبانه جان بله، شبانه جون چی گناه کرده بود که کتش لباست نکرده؟ یا شبانه نخواست؟ وقت داشتر رفتن باز من خواستم امین گناه باز خواب وقت داشتم، یعنی شما از لباس دارین اتمن؟ وقت نداشتم چون میگفتم خواب خواب ولی خیلی قشنگ است هم لباس شما هم لباس رئیس جان و پروانه جان، خیلی قشنگ است. کدام تان از موسادای قاروک بدقار استن؟ استاد پروانه جان. و کدام استاد اموتو نرم و خوش اخلاق است و هیچ وقت قار نمیشه؟ شاید شبانه جان. شما دیگه در حد اوسط هستید؟ آه من اوسط هستم، جایی که ضرور باشه قار جایی که. خب باز دبین هر سه تان دبین یک دیگه که میباشون کدامش باز یا جدی است کدامش عاجز است؟ کدامش عاجز هستن؟ استاد رئیسه به نظرم عاجز است. عاجز است. عاجز هستن بله. شما شبانه جان شوخ‌طبیعت هستن. من معمولا دوست دارم همون گناه باشم. باز معمولا کسایی که شوخ‌طبیعت می باشن و یک ذره جدیتر می باشن بالای شاگرده. خب پروانه جان در موضوعی که زیاد شاگردهایت قارت میارن، اصابت خراب می باشه، چی است که نمیتونی باز کنترل بکنی؟ باید گفت که زمانی که کارخانگی را نمیارن. خب بسیار جدی بشم. همین موضوع بود که همیشه ما بله. از طرف استاد جزا میدیدیم. کارخانگی نمیارن از خاطر یکمه که جدی میشم. خب فردا دیگه رخصتی تان است؟ بله فردا. یک شنبه دیگه باز با هم دوباره بله. میرین به طرف تدریس. ممکن است که بیشتر از شاگردهایتان دیگه نبیان یک شنبه بله. چون یادم است ما هم که مکتب میرفتیم روز پنجم ششم میدم نمیرفتیم مکتب، باز به هفتم و هشتم میرفتیم، ولی استادای محترم مکلف بودن که بیاین. واقعا یکی از دشوارترین کارا و تاثیرگذارترین کار در جامعه استادی است، راهنمایی است و وجود شما افتخار است بر هم ما. انشالله که موفق باشین و تشکر پروانه جان، شبانه جان، رئیس جان از اینکه به برنامه اومدین. انشالله که عید برتون خوب و خوش بگذره. تشکر تشکر هموطنا از همراهی شما هم و البته ما هم وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه. سلام مجدد هموطنان عزیز، بازم عید خوب خوش داشته باشین. شما که شنونده آرین اف ام هستین و همین لحظه بیننده ویژه صبح زندگی هستین. سید احد سروش دست نزن یک چند دقیقه، بسیار معذرت میخوایم. و روح الله باوری همچنان گردانده موفق برنامه ورزشی نمی اومدن، دوباره رفتم. خیرت بود وجود تقسیم میکردین و دخله که قرار بود بشکنن دنبال رای فرار بود. میگه دنبال فرار بودید. عید شما مبارک، روزه و نماز قبول. سلام به خودت جمشید جان، سلام به روح‌الله جان و سلام به تمام هموطنان عزیز ما. انشاءالله که رمضان به خیر سپری شده باشه، دسترخوانشان پر از برکت خیر و آبشان سرد و نانشان گرم باشه. عیدشان هم مبارک. بس دارم قیاد دیگه بگم. بازم عیدتان مبارک، به خیر سلامت باشین. و روح الله باوری همچنان در کنارم است. احمدی صاحب اختر مبارک شد، اختر مویتاس مبارک شد، اختر سروش صاحب مبارک شد. عید برای همه هموطنان یک بار دیگه مبارک باشه. ما و سروش خود برنامه بودیم، در برنامه های ای پی ال عید مبارکی دادیم، ولی یک بار دیگه هم عید هموطنان مهربان ما، هموطنان گل ما مبارک باشه. انشاءالله که تا این دمه عید به خوبی و خوشی سپری کرده باشه. و یک سپاس ویژه از خودت که از یک ولایت اومدین بخیر امروز بعد کلش از دستت تا یک ردی برنامه از متا خفیش نساختم اومدم. ولی باز پسار گتش گپ بزنیم. کلچه بخور. سروش عزیز خانه خود تو نزدیگه من توان میکنیم؟ نه توان نمیکنیم. این رولا باید عمل سر. نه ما را در اختیار ما نتی. نه به اختیار خودت بیگه. بر ما چی رقم باش بیگه سروش مهمان نوازی کدام نمه شیرنی را خوش داره؟ ما میزبان هستیم دیگه، میزبان کار نمیکنه با آقای عزیز. اکه چند روزی خود بگیرم؟
خاله یک روز بگیرین با اندازه یک فرد که خودش خورده بده باوری بگی خودتا باش که من امو چی میگن ذوق باوری رو ببینم والا از کنش میگیم ذوق نمیشه خوردنی چیزا یکون رستورانتا دیدی که میرن خوشبختان رولا جان در شکم خود زیاد میرسه دوز داره شکم خود آفرین از خودت یاد گرفتیم خب نیمه این چیزا رو یاد ندارم نو وطنی است ما موضوع چیزا رو یاد ندارم وطنی بعضی چیزا باز نمیشه که دست بگیری سروش جان مشکل نداره مشکل نداره شاید یا شیرنی هایی هست که باز دست نایت بریم خوب است که اونجا من خوب میزبانی درست داشته باشم از رو باوری همچنان کجا؟ هر جا که خوش دارین اینی در سروش جان طرف خوردنی های دیگه باوری کجا من قصد سروش بیا اینجا بیا اینه من شیرنی گرفتم همینجا صحیح زحمدی سه بیا کما که دست راست نه جای خود صحیح است بیخی صحیح است باش که از دیگه میمان هاست سروش از خودت کم خونیست نه مشکل نیست یک جای میسازم امروز چطور زود آمدی از خانه سروش اگر نه دیگه وقتا ده بجه یازده بجه میایی ده یازده بجه میم هر روز شش و نیم بجه میامدم باز نو وقت شب میری طرف خانه خیرت باش باز بخاطر یک شکمنان زود آمدی خوش شکمنان یک صبحانه صبحانه رخ نوشجان کردی از من سروش عزیز راست بگویم نه چون ما امشب جای میمان بودم شب گذشته و به می دلیل صبح وقت حرکت کردم طرف دفتر میامدم چای نخورده بودم تا دیگر را بیدار شدم من برامدم از خانه خیلی خوب باوری کجا بود؟ ما چون شب سروش هم زنگ زده بود و یماجان هم تماس گرفته بود من در ولایت دیگه بودم راستش بگویم ولی خیلی صبح وقت بخاطر اینکه به خدمت هموطنا برسیم و در برنامه برسیم و صدای یماجان هم در زمین نمانه بسیار صبح وقت دیگه او ولایت نام نداره؟ ولایت یکی از ولایت های مشرقی ما شما بود خب یعنی ولایت زیبای ننگرهار خب ما گفتم کمی طرف رفته اید با مردم ولایت زیبای ننگرهار چی گونه بود؟ حالا بسیار عالی بود هم لغمان رفتیم هم ننگرهار رفتیم در یک روز و بسیار عالی بود مردم او طرفتر مثل همه مردم افغانستان بسیار میمان نواز هستن بسیار لطف کردن بسیار مهربانی کردن مدیون محبت هایشان هستیم واقعا میبینن بسیار آدم خوش میشه که هستیم در وطن دقیق سروش عزیز موندای آی پی ال قربانت مصروف خودت شدی هر شب مهمان خانه های هموطنان عزیز بخش کسایی که کرکت دوست دارن خود روحلا ما هست یعنی عدیتون خسته نباشید خسته نباشه هموطنان ما ولی فوق العاده است شب و روزید به خوبی سپری میشه و همچون شبای رمضان چون در اواسط رمضان بود که برنامه شروع شد شب هنگام خب اکثرا با برنامه ضیافت رمضان یکی بود اما حالا از روز اولی تا حال دیگه کم کار زیاد میشه لود کار به خاطر زیاد شده که سیل هم در راه است بخیر دمی روز دوشنبه قرعه کشی شو داریم و شنبه بعدی شروع میشه بعد از او هم که پیلا داریم جام جهانی رو داریم فوتسال داریم یکی پس از دیگر رو اومده روان امروز حقیقت و دروغ تیم ورزش فاش میکنیم هموطنان عزیز چیز پنهان نداریم که بخیر حالا باوری و سید احد سروش خیلی چیزا از سروش چطور تو خوش چانس نیستی برات نگی دو وسیله که داریم حقیقت دروغ یکیش مربوط خودت میشه که مربوط روح الله باوری میشه خب دروغ بود اون برنامه را بر ما بود که امی ما میر انتخاب میکنم چی رقم است احمدی سب تشریک که چی رقم یعنی هدف تان چی است خب رولو تو باز موافق و مخالف باش یا اکد دروغ باز بگو درست چیزی که عیان ساجد به بیان سید احد سروش از ای سی دیو که در پشت کامپیوتر زیاد است ما باید بگویم جواب شما باید من والا دو طرف دو طرف زمان دو طرف است تقریبا آخو اکد از دیگه نه فقط موضوع مرتبط خودت است ما هم باید نظر بدیم که نه گفتم درست سم واقعا خودت این دستیدو نیستی دای پیل همیشه رولا را تیلا میکنی خب امو تو رسی؟ اقت است بله بله و یک بسار ببخشی یه مدیسه بیک ویژگی سروش بگویم که در تایپ کردن فوق العاده است جوره نداره جوره نداره دفتر جوره نداره فوق العاده است قربان این یک چیز واضح بود اکی سروش و حالا یک چیز دیگر من میخوایم بدانم که بفهمم که شما هم شریک بسازم روح الله باوری گل نکتایی رو زدن نمیتونه گل نکتایی رو بسته کردن نمیتونه سروش والا ما هیچ گل هیچ خبر ندارم بده این باره که نظر بتاو ما هیچ نکتایی بسته نمیتونه من دروغ انتخاب میکنم بخاطر که هیچ بسته نکنم ما هیچ بسته نمیتونه خوصه ایز دیگر زیاد علاقه من در نکتایی نیست میره سرما میتونه من از نکتایی بعد من می و اکثر این گل اصلا یاد نه هیچ وقت من نکتایی بسته کرده باشه نکتایی درست و سید احد سروش همیشه وقت میکپ میکنه
تقریبا ها سروش همیشه میکاپ نه خوشبختانه سروش فقط در برنامه که دو هفته میشه یا سه هفته میشه که تازه پودر شروع کرده. روحالا باوری روزانه 500 افغانی تقدیم میکنه مصرف میکنه بگو یار اونم میگه 500 افغانی رو که میره پرداخت میکنه سر خود مصرف میکنه معلوم هم نیست خودشم نمیفهمم کجا مصرف میکنه یعنی به جای مصرف کرده 50-50 گفته خودش 50-50 در بازی ها چی را مهارت دارین سید احد سروش روحالا باوری بازی چی بازی های ذهنی فکری مثل کرمبول، مثل سنوکر، مثل بالنگ من در بالنگ خوب هستم چون بالنگ خود ما ایجاد کردیم از خاطر در بالنگ خوب هستم در فوتبال بعد از اینکه اوگار شدم دیگه فوتبال از یادم رفت خوب هستم در فوتبال فوتسال یما جانم شاهدش هست دیگه اصل ورزش ما کاراته هست یعنی خیلی کاراته کار برامدین ولی بازی هارم دوست دارم ولی زیاد دیدی نمو چیزی که اول گفتم فقط بگو مده پشت کامپیوترم اونجا جایم هست آها اینجا چی ندارم اینجا چی نداره؟ علاقه ندارم اونقدر ولی فوتبال که باشه ساعت دو بجه شام باشه هستم یک تایم فوتبال در فدراسیون گرفته بودی اما خودت نمی اومدی دروغ هست دروغ هست؟ آه اما خودش شاهد میگیرم خودش مرا دروگوی میکشم اما نه دهی وقتای آخر درست هست چون کارهایم زیاد بود نمیتونستم خدا شاهد است نمیتونستم رفته بخاطر برنامه های کاری زیاد بود اگر میرفتم کارم میمون و به مو خاطر چون رولا جان وقت داجم ورزش اضافه نشده بود لود کار خیلی زیاد بود تنها بودم ولی بعدا حالا میشه خب حالا روحالا باوری و سید احد سروش دعوت میکنیم به یک رقابت کرمبول ببینیم کدام از این خوب مهارت دارد دعوت میکنیم به خوردنی خب خوردنی رو خب نوش جان کردیم دیگه سروش عزیز باز ادامه داره خوردنی بیا سید احد سروش طرف سمت چه بازی تو دروغ تام خلاص شد احمدی سید بله حالی تمام شد گیم باید بازی بکنیم ببینیم کدام شما مهارت دارین سید احد سروش ما از همیال برنامه تصمیم در کنار شما هستم و روحالا باوری خب خیام هم میگفتن که برای ما جور میکردی را بلد است جور کرده آماده است فقط همو لشباق شا باش ما بطن این لشباق شما آورده باش ما ببینو که آماده است کرمبول بهارت خودت بالا کی پاسپورت میکنه؟ ما پاسپورت میکنم سروش تو پیش باش خب اول یعنی هدف می است که کی دوم نوبت میکنه همه تو هدف آ دیگه نه خود شروع را شروع سروش میکنه برو سروش نه شروع خود دمیان لغتش گفتی دیگه استفاده سروش رو مهارت نداشت برو پاسپورت سرخ دانه مرکزی است این دانه سرخ دانه مرکزی تابند دیگه سنوکر وارد تو به سفید هر کس که تونس دو دانه خود خانه کرد برنده هست یعنی دو دانه کرمبول خانه کرده باشه برو مهم نیست که سیاره خانه کنی یا سفید سفید فرق نمیکنه دیگه او خوب نمود دانه است بدون سرخ مستقیم نزن تو بایش بلد نبودی خو فامیدم بازم اشتباه نزنی یه گیم ورزشی میارده که اینمی گیم ورزشی است یه بازی این بازی بسیار جالب دیدنی است اتفاقا از سروش هم از باوری اشتباه بود خو باید به این شکل زاویه بزنی که در دانا بخوره برو خانه کن خو سروش مهارت داری؟ بسیار دقت بکن باش کال این کمک نیست نه خیلی نقل است هر رقم زدم مشکل نیست آره به این شکل هم بزن نشت مرا سروش مرا رولا باوری دقت بکن یک زاویه هم داره نه نه از پیش خودت نه نه از پیش خودت حق داری نه از اینجا باید بزنی از اینجا باید بزنی اوجا خب حریم سروش هست حریم سروش تو کد دست میتونی داخل خانه پرتی بس دار از دروازه خود من در دروازه خودش گل بزنم هیچ کدام قانون گفته دیگه خودش در این یک دونه را رولا باوری خانه کرد یک دونه دیگر را باید خانه بکنی چانس داری اگر خانه کرده تانیسی نخیر نه این دوباره سفید باید خانه کنسی ها تمام شد دیگه است جزا و جریمه داره سفید باید خانه فرق نمی کنه این دونه نه 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 بجز سرخ نه باید سفید چرا که نمری خود سیاه مربوط ما شد دیگه سیاه مربوط سروش شد اینا سفید خانه کرد سفید باید خانه کرد باش من سروش گفتم ببینیم تان بکنم مهارت داشت خب اینه دونه سفید باز تمرکز فکری باید داشته باشی رولا من اگر چی باخته هیچ وقت دوست ندارم ولی حال ببینم خب اون دانه سیا صبر کال که میگم دانه سیا کال ما بفهم کجا میرم تو به جای نرفتی برو تشویش نکن بازی همین گونه است سروش بعضی وقتا با ما بعضی وقتا با شما دقت بکن سروش خوبش آفرین میزنی حتما یک خدا نگهدار سروش بازی میکنه خب
لولابای دقت کن. تو میشی. خب. سروش دقت کن یک دونه رو آفرین. بسیار بالا سروش. شمه. دقت بکن سروش که یک دونه رو باید از باوری پیشی بگیری که نبازی. برو مچ. 20 ثانیه فرصت داریم. خلاص 20 ثانیه. 20 ثانیه باید یک کار شوه. خب طبعا رولو کم این اشتباه بود. سروش دقت بکن میشه. سروش. تو دیگه کمال ده پلی سروش خب مردی دارم روی میکنم 15 ثانیه رول باوری باختی جمازی شد شاید صدا کنه که من طرف داره نه برده برده شیخ من کم داوری میکنم که سروش رو راهنمایی کنم آفری سروش نتونست نه شاید آخر هم میره خب 10 ثانیه دیگه باقی مانده است رای خدا جور میکنه او رو پس میکنه اشتباس برو خب کس که میبازه باز آفرین یک دانه را سروش خانه کرد و یک دانه را رولا باوری مساوی شد نه یک چند ثانیه دیگه هم بگو وقت بتیم که این هم خانه شده خب قرار بود که بازی را مساوی اعلان میکنیم اما گل زده برنده رولا شد سپاسگزار هستم سید احد سروش تشکر رولا باوری باز چالش سپاس از شما ایزا هم که بیننده ویژه برنامه صبح زندگی هستین روح الله باوری و سید احد سروش دو گرانده خوب برنامه ورزشی آی پل فراموش نکنین و همچنان کابل پرمیر لیگ فراموش نکنین و سیل هم فراموش نکنین ای سه ایونت بزرگ دیدنی ورزشی البته با شما هستم ادامه برنامه صبح زندگی را با ما همراه باشین در حال حاضر هم وقفه داریم دوباره برمیگردیم با ادامه برنامه خوش آمدن هموطنان عزیز و در این بخش برنامه هم مهماندار هستم چه دخترای قشنگ با لباسای قشنگ و با استعدادهای قشنگ فردیبا، اسما جان و سویرا جان امروز مهمانای هستن و فردیبا جان طراح لباس هستن که خودشان هم تو یک لباس مقبول بتن دارن همچنان اسما جان هم نقاش هستن و سویرا جان هم نقاش بسیار موفق است که امروز زیاد تر حوزه کارشان صحبت نمیکنیم امروز قصه های ایدی میداشته باشیم فردیبا جان خوش آمدی ایدت مبارک لباس های مقبولت مبارک سلام بسیرا جان خدمت شما و تمام بینندگان عزیز امید جور سلامت باشین عیدتان مبارک روزه و نمازتان قبول سلامت باشین روز خوب بخیر گذشت انشاءالله شکر بخیر گذشت و یک چیز جالبی بود که فرا کل روزش از مردم در عبادت شد از فرا در طراحی لباس شد اما تو بود یعنی بله بله تقریبا خب البته عبادت خوب بود امروز شوخی کردم ولی طراحی لباس بیشتر بود دیگه چون همگی ما باید لباسای جدید و اما تو با طراحی های متفاوت و مقبول دوست داریم که داشته باشیم اسما جان خودت هم خوش آمدی صبحت بخیر عیدت مبارک خینه مقبولت با لباس مقبولت مبارک سلام علیکم صبح شما بخیر سلام خدمت شما بیننده های عزیزتان امید که جور صحتمند باشین عید به همگی شما تبریک میگم تشکر سلامت باشین اسما جان نقاش هست اما تو دست خدا مقبول نقاشی خینه کرده ما ولی خینه است که به دیزاین میبینم اسما جان کدام کس دیگه هم انجام داده ای از ذهن خودت هم تو نه خیر خودم هم تو خوشم اومد خیلی مقبول است سویرا جان شما هم خوش اومدین عیدتون مبارک سلامت باشین عید شما مبارک سلام خدمت شما بسیرا جان عزیز خدمت هم همکاران عزیزتون و همچنان خدمت همکاران عزیز شما و هموطنان عزیز ما و عید سعید فطر تبریک میگم به همتون خدا کنه عید خوب و خوش سپری کرده باشه تشکر زنده باشین فرا جان از ماه رمضان برام بگو آیا تعداد لباس همراهت معلوم است که چقدر لباس طراحی کردی و به هموطنان ما آماده ساختی یا به دوستایتان؟ خب بسیرا جان لباس زیاد آماده ساختم خصوصا دید و زیادتر دوستایم خودم لباس آماده ساخته که نمونیش اسما جان پیشیده اسما جان است آدم دوست داشته باشه نه قسم خب به مزیت های دوستایی که طراح هستن دیگه همی است اسما جان اولین لباس است یا قبل از این برات لباس طراحی کرده نه خیر زیاد لباس های میپیشیدی بودم خب چقدر خوب خیلی دیگه کالا نمیخری نه باز از اینه هم میکنی برشیانه بدون از اینه نمیشه ولی این لباس توفه است دیگه توفی ایدی آه بله خب خیلی قشنگ است خیلی زیباست فرا جان کدام کلا را خرابم کردی در رمضان بسیرا جان بعضی لباس ها مشکل پیش میشه چرا که ما آردر آنلاین میگیریم
باز کمه که نقص نواقص داشته باشه او را دوباره جور در کل مشکل کلان خود ایجاد نشه. نخیر شکر نیم. چقدر خوب. و سویرا جان خودت برم بگو از روزهای اید چه کارا کردی؟ چه خاطرات داری از اید از رمضان؟ خب خود روز اید که از بهترین فرهنگ است که واقعا در افغانستان و در دیگر ولایت های ما انجام میشه. بهترین چیزی که در روز اید است همی که خانی خیش قوم میدی و همچنان از نزدیک دیدارشان میکنی از دوستا و از کسایی که همیشه همراهتان میباشه دیدار میکنن. نقاشی که از پروانه است مربوط کی میشه؟ از ما جان. من فکر کردم مربوط سویرا جان میشه چون لباسشون پروانه داره، پروانه گکای بسیار قشنگ داره. و چقدر وقت میشه نقاشی میکنن اسما جان؟ خودم بیشتر از یک سال میشه. یک سال میشه. سویرا جان شما؟ ما تمام کردیم از مام دیگه شاید یک شش ماه افتاده. بسیار خوب. باز طراحی دیگه با نقاشی هم یک ربط خود داره. بعض از مدل ها را باید اول نقاشی بکنن و بعد از او باز طراحی بکنن. از ما و سویرا به طراحی هم علاقه دارن؟ ما خودم زیاد علاقه دارم به طراحی ولی تا فعلا شروع نکردیم. خب شروع نکردن دیگه. باید شروع کنن. یک استعداد بسیار کلان هستم رایتان کلان دارایی در بخش ترایی بخیر انشاءالله استفاده کنن. سویرا جان خودت چطور؟ خب آنقدر زیاد نیم. خب دخترها خینه دوست دارن؟ بسیرا جان من قدر خینه کردیم. زینب جان بیا. البته زینب جان خورترک ماست امروز در برنامه و به تمامی مهمان های ما خینه میکنه و البته متاسفانه که بیشتر از اطفال هستن که انوز هم سر کوچه و خیابان هستن در روزهای اید هم و بخاطر یکی از مردم کمک بخواین یا هم یک وقت غذا رو آماده بسازن مجبور هستن که روزهای اید هم نداشته باشن. زینب بخیالم که زینب جان خوار کده نمیخوای بیای. زینب جان خسته شدی؟ خیلی. نشدی؟ بیاد پیش خاله فردی باید بشین و برش خینه بنداز. خب اول میخوای به سویرا جان خینه بندازی یا به فردی با؟ هرچی که شما بگوین. خب هرچی که میمونه ها بگوین. شما دیگه امروز میمونه هست. اختیار داریم. خب ازم اسما جان خو خینه داره. بله ما داره. به سویرا جان خینه بنداز باز بیا به فردی با جان. سویرا جان. ایدی جم کدن فردی با؟ خب هرچی بزرگتر شده بریم بیشتر ایدی بله. کمتر شده میره و من فقط از یک نفر از بیادرکم برمیدی داد بس. خب خیره امو که بیخی نگیری از او که بهتر است. امو خدر دل آدم خوش میشه که هنوز هم در مو دوره هستیم در مو جمع حساب میشیم. اسما جان خودت چطور؟ والا خودم تو فعلا ایدی نگرفتی. ایدی نگرفتن. شما خورترک هستین دیگه باید بردان ایدی بده. نی خوردم نیستیم دیگه من بجام کلانه حال حساب. نی کلان خونستین و خورد خونه. خودم از آخر دو. از آخر دو. از آخر دو. از خود آخر دو میره دیگه. آه مام ده خوردو میرم. کل مام ده خوردو. مالا ده چارم هستم ما خدا ده جمله خوردو میگیرم. از اول دوم سوم که گذشت دگرا دیگه در جمله خردا هستن چون مسئولیت بیشتر هم همون کلانای خانه دارن. اول و دوم و سوم. سویرا جان خودت چطور ایدی گرفتی یا نی؟ خب هر زمانی که یعنی بزرگتر شده میریم ایدی کمتر شده میره دیگه خودم نخیر. خب زینب جان بیا به فردی بام خینه بندوز و البته شما باید به زینب ایدی بتن. دخلک هم داره زینب جان. اختیار دارن دیگه دلتان که برش ایدی میتن یا نه. ولی زینب ایدی را به خودش نمیگیره و قرار است که ایدی را یک سپرایز داشته باشه. باز با ما در آخر برنامه میگه. بسیرا جان میگفتی که من وکس ما همراه خود بیان میاردم. خب خیر است. بعد از برنامه زینب جان بیا و به فردی با جان هم خینه بده. سویرا جان چی پیام داری به بیننده ها و دخترهایی که هم مسلکت هستن به خصوص؟ خب پیام خاص نیست، فقط اما قدر میگم که همیشه خوش باشین، هیچ وقت غم در وجودتان جای نتین و هر روزتان مثل این روز عید عید باشه انشالله. اسما جان خودت چی پیام داری؟ پیام خودم برای دخترایی است که هیچ وقت از تلاش دست نکشن بخاطر که قدم های کوچک باعث موفقیت های بزرگ میشه. بله بسیار تشکر. ما هم وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه.
عید شما هموطنان عزیز خواجسته باد. سلام مجدد، دوباره خوش آمدین به ویژه برنامه صبح زندگی. در خدمت شما هستیم، مهمانان خیلی گرامی هم بازم با ما همراه هست. موضوع خیلی مهم، برق و اینترنت. خیلی ها شکایت دارن و خیلی هم به این فکر هستن که ما بدون برق و اینترنت زندگی کردن نمیتونیم. ما دو مهمان خیلی گرامی در ویژه برنامه صبح زندگی با خود داریم. آقای حکمت‌الله میوندی، سخنگوی دوانستان برشنا شرکت با ما هستند و همچنان آقای جلال شمس، سخنگوی اداره ملی اطرا. کسایی که بیشتر با نام چهره‌شان آشنایی دارن و عید چگونه سپری کردن با برق، با اینترنت و کار کردن اینترنت و بودن برق در شب‌های عید. آقای میوندی با ما هست و آقای جلال شمس. میوندی صاحب سلامونه، اختر ما مبارک شه. خیر هر تمخ کی تاستا شمسات د استودیو همکاران او تاو د تلویزیون لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هله د چې د اختر مو په خیر پیل کړی وي، د اختر مبارکي تاسو ته او ټولو دوستانو ته چې اوس تاسو د سکرین لارې موږ ګوري مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې روژه مبارکه شه، په خیر تیر سوي وي، اطاعتونو عبادتونو مو الله خپل په دربار کې قبول کړه. ډیره مننه کوم آباد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و ما را خرسند ساختین. آقای شمس سلام بر شما، عید شما هم مبارک، تات عبادات شما هم قبول باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمال خو هم تاسو ته میوندی صاحب ته او ټولو هوادوالو ته د اختر مبارکي، د دې وکړي چې روژه په خیر تیر شوي او یو خوشاله اختر ولرو. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. مادم تا آغاز اشاره کردم که موضوع برق اینترنت در پایتخت خو هم اگه دوست داره که برق شون باشه و اینترنت شون باشه. بیاین میوندی صاحب بازی بگین، هرچند که هید است ما نمیخوایم سر کارهای رسمیات صحبت بکنیم، خب موضوعی هاد است، موضوعی است که همه هموطنان نیازمند هستند. از برق بگوین که برق کابل چگونه بود و رمضان چگونه سپری شد، عید چگونه آغاز کردین با برق به برق؟ تاسو پوهیږئ چې د افغانستان زیاته برخه برېښنا متاسفانه وارداتي ده، او تر هغو چې موږ پر وارداتي برېښنا باندې تکیه وي، تر هغو به ستونزې هم کمی نه وي او خلاصېدونکي به نه وي، ځکه احتیاج ډېر یو بد شی دی. موږ د دې دپاره چې وکولای سو د دغه احتیاج څخه ځانونه خلاص کړي وي او دغه ستونزه ورځ تر بلې د هوارېدو خواته یوسو، موږ د دغه دپاره مختلفې پروژو باندې کار شروع کړی دی چې تقریبا یوه موږ تیره میاشت کې قرارداد یې لاسلیک کوي چې 22 میگاواټ لمریزه برېښنا په سروبي کې، او همداراز په بله پروژه باندې دوه نورې پروژې دي، پر هغو باندې کار روان دی چې 40 میگاواټ لمریزه برېښنا ده د کابل دپاره او بل 40 میگاواټ لمریزه برېښنا ده د ننګرهار دپاره. پر دې دوه پروژو کار روان دی، تخنیکي بحثونه تقریبا بشپړېدو ته نږدې دي. تر هغه وروسته به دا اقتصادي کمیسیون سره د دې مسله شریکیږي، او همداراز تر ټولو مهمه پروژه چې د لنډ مهال د پاره موږ د برېښنا د ستونزو څخه خلاصولی سي، د 1500 کیوي لاین دی چې تقریبا د دې 90 سلنه چارې مخته تللې دي، او په دوه کالو کې به دا تکمیلیږي، پر هغه باندې کار روان دی. نو په ټوله کې زموږ هڅه دا ده چې وکولای سو لومړني ضروریات او د هغه څخه وروسته اساسي حل د پاره کار وسي، او تر ټولو مهمه خبره هغه دا چې موږ د نړیوال بانک سره نتیجې ته ورسیدلو، او بالاخره په دې نتیجه کې نړیوال بانک د کاسه زر پروژې چاري پیلوي، او هغه به سش کال د سور په میاشت کې انشاءالله د کاسه زر چاري پیل سي. دا یوازې د افغانستان د پاره نه بلکې د سیمې هیوادونو د پاره مهمه پروژه وه. نو د دې د ترانزیت پیسې به موږ اخلو، په دې کې موږ برق نه اخلو، ځکه د دې برق خو یو قیمت دی، او بل د دې ګټه زموږ د پاره دا ده چې ترانزیت او د سیمې هیوادونو سره مشلوي. هلالی د سوردای خوبی بوده، خوشحال شدیم. آقای شمس، گپای اینترنت چی بود و مردم افغانستان به خصوص شهروندان کابل چقدر راضی بودند؟ کارا و برنامه‌های اطرا چی بود در شب روز عید؟ بلکل انټرنیټ خو یو نن سبا د ژوند یو مهمه برخه ده، او خاص کر افغانانو دپاره خو په دې حالت کې چې اکثره هیوادوال زمونږ مسافر دي، خپل خپلوان خارجونو کې دي، هغې سره تماس نیول زمونږ استاد خو اکثره اړیکې ټولې په واټساپ او په دې ځایونو باندې د اختر مبارکۍ نوي. نو خوشبختانه چې انټرنیټ ډېر ښه و دې اختر کې، هیوادوالو به کتلي وي
ځکه چې اکثره هیوادوالم دغه د موبایل د لارې تماس نیسي د اختر مبارکې نه کوي. زه خپله شخصا هم دغه دوه ورځې کور کې وم چون میلمانه راتلل چېرته نه شلم تللی، نو اکثره خپلوانو سره دوستانو سره مې د انټرنیټ د لارې تماس ونیو، اختر مبارکي مې ورسره وکړه. نو خوشبختانه چې اوس یو څه حده پورې کیفیت مشکل هم حل شوی دی او اترا ادارې وشو کولی چې مخابراتي شرکتونو ته اضافه فریکوینسي ورکړي د اکشن د لارې یا د مزایدې د لارې، چې د دې فریکوینسۍ د ویش سره به په ټول هیواد کې په روانو دوو کلونو کې ټول خدمات 4G شي، چې دې سره به د کیفیت مشکل بالکل حل شي. د دې تر څنګ نوي انتنونه په جوړېدو دي، خدمات ورځ تر بلې په ښه کېدو دي، او همدغه د خدماتو ښه والی دی چې موږ تاسو کولی شو چې د خپلو هیوادوالو سره، د خپلو دوستانو سره، خپلوانو سره، که په داخل کې وي که په خارج کې وي، اړیکه ونیسو. او فکر کوم چې دې اختر کې د نورو اخترونو په پرتله باندې کیفیت قرارداد برس بود. ما یک مهمان کوچک هم داریم، ایوندی صاحب. خب عید از دیگه طبعا روزا عید، ما گفتیم از کار رسمی ها دور شویم، اما با اونم هموطنا خاص شدن همی است که باش بدانن و بفهمن که برشنا فعالیت هایش چطور بود و خدمات اینترنتی. زینب جان و آمان کودکی جوانی نو جوانی را ما و شما گذراندیم، سپری کردیم، باز لذت خود داشته. حالا هم در یکان وقت فکر از اون می باشیم که ای کاش باز برگرده. ما یک زینب جان کوچک داریم که از اول عید با ما بوده و امروز هم در کنار ما می باشه و توفه هم بر شما داره. البته توفیش خینه هست، هنا هست، با هنا یا خینه هم فردی مبارک سه اطاعت عبادت قبول جورستی بخیرستی. زینب جان میخوایی که دست میمنی صاحبم خینه بزنی؟ آو یا گانه چیزی که من بسیار بده می از خورتر کتاب علی اینه می هستم، هیچ بویش خوش من نمیاد. او به خاطر خینه کردن ایدی هم میگیره میمنی صاحب. ما بدون خینه کتاب برشیدی می خب و از آقای شمس بین خینه شمس شما چطور بودین با خینه؟ نه هیچ مشکل نیست. راست اینه دست تا دختر مبارکی. و امروز خواسته که ای دخله کده که از اول اید ایدی گرفته، امروز میخوای او را بشکنانه و امو سپرایزی که داره بر ما و بیننده بگویه که هدفش از ایدی جمع کردن چی بود. ماشاءالله. خب بیا دست شمس صاحبم خینه بزنین. شمس صاحب شما موافق خینه بودین اما میوندی صاحب مخالف بود. میوندی سه بارا نمیفهمی. خوب تا د زه د کوچنوالي څخه د بوی سره ډیر اساسیت لرم. موږ به په کوچنوالي کې ډیر دغه ته خوشحاله وو چې د زما کالو ته به څو جبه لوېدلي او ډیر به چې ورته وارخطا و دغه ته به وارخطا و چې یاره خو مور و پلار مو بیا لاسونه راسره کوي، چې لاسونه بیا راسره کړله بیا به مو د جبه لاسونه نه راکړه. چیزی که خوش داشتین در اون کودکی در روزای عید چی بوده؟ والا ایدی بسیار خوب است، پیسه زیاد جمع میکردیم. باز اینمی یک چیزی بسیار خوب بود. بسیار خوب. خیلی سپاسگزار هستم میمنی صاحب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و روزید آمدین و پیام عید مبارکی و کار فعالیت های برشنا را هم گفتین. هموطنان دیگه بیشتر علاقه گرفتن و بیشتر به این فکر کردن که انشالله ما بی وقت نمیمونیم. و از آقای شمس هم زیاد تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، در رابطه با خدمات اینترنتی معلومات خوب را ارائه کردین. موفق باشین، بازم امروزتان خوش بگذره که امروز هم در جمع عید است. بخیر باشین. سپاس از شما هموطنان عزیز که بیننده صبح زندگی هستین. در حال حاضر هم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشید. دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. شما که همین لحظه بیننده صبح زندگی هستین، ویژه برنامه ما هست و با شما هستیم. مهمان خیلی گرامی هم داریم، جناب دکتر احمد جاوید سیاوش، متخصص امراض داخلی عمومی با ما هستن. این روز سه روز چگونه سپری کردین؟ پرخوری کردین یا نکردین؟ کدام غذاها را نوشجان کردین و از کدام غذاها پرهیز کردین؟ ما توجه به صحت شما بیننده عزیز هم داریم. جناب دکتر صاحب سلام، عید شما مبارک، دعات عبادات شما قبول، لباس های مقبولتان مبارک. سلام بر شما و بیننده های نهایت گرامی، امیدوار هستم که لباس یافیت در تن داشته باشن و عید شما و همکاران تکنیکیتان مبارک باد باشه. بسیار زیاد خوش آمدی. ما این بخش سماوار نامگذاری کردیم. آیا گاهی وقت در سماوار چای خوردین؟ بعضی اوقات. چطور بوده مزید چای سماوار؟ بالا خیلی هم عالی بوده. اما سماوار بس چیزهای یک چای هست که وطنی هست و قد یک مزدار خاص، یک مزه خاص داره. دو به دو همون مزه رو باز یک تکرار نکنیم؟ والا خیلی عالی میشه. و خصوصا با کسی که
دوست داشته باشی و در یک میز نشسته باشی خیلی عالی میشه. یعنی شما مرا دوست دارین؟ بدون شک. خب ما هم چنان سفر دوست و ناگفته نباید گذاشت که همه بیننده های عزیزم دوست دارم. بخیر و سلامت باشی. من میخوایم یک چای سمار داشته باشیم جناب دکتر صاحب. نمیفهم چای سبز دوست دارین یا چای سیاه؟ من یک کم مهارت در چای دم کردن ندارم. اما این سه روز ایت آیسته آیسته بلد شدم که چای دم بکنم در کنار مهمان و کسی را که دوست دارم چای یک جای نوشان بکنیم. خیلی عالی میشه. چای سیاه چای سبز؟ حالا سبز بهتر است به خاطر که روزای ایدم است و فیلتر خصوصا با گرده خیلی عالی هست. یعنی پاکسازی میکنه. خیلی چای سبز یعنی فایدهش خوبتر است؟ فایدهش بیشتر است. چای تیره میخوری یا چای میگن کمرنگ اوگین؟ اصطلاح وطنی کمرنگ باشه بهتر است. این کمرنگ. و از ایل بگوین که ایلش چطور باشه؟ زیاد باشه؟ کم باشه؟ در می قسمت جایی که با نقصم باشه نمیم کم باشه. زیاد باشه خوب است. ای زیاد باشه؟ این ایلش هم دکتر چون مزدار میکنه نه بیشتر. ایل کنون فایده هم داره؟ الان بدون چای ایل دار میگن نه؟ دخواه دار اما بیشتر تحقیقات درباره هیل نکردیم انشاءالله درباره چای که از دیگه تحقیقات بدون شک. این حال ما خودت یک چای سماوری در نوش جان میکنیم به یاد امو جوانی ها والا عالم ما را پید نکش جوان است ما نم بله تا که من چای دم بکنم زینب جان چی خوب است که دست دکتر صاحب خینه بزنی موافق هستی دکتر صاحب خینه زنی در شب خینه تا خینه کردین دستتانه والا بله خب بر صورت کسایی که آوان کودکی جان می باشد باز ما بیاد دارند که ما در گذشته یا در زمان نوجوانی خینه زدیم نه؟ خینه کردیم میگن بدون شک احمدی عزیز یکی از چیزهایی که بیشتر دیدها منتظر می بودیم امی خینه کردن دست بود و خیلی هم عالی و بیشتر کودکا شوق علاقمندی بیشتر دارن این جناب دکتر صاحب یک چای سماوری رو آماده کردیم چای سبز الدار خیلی عالی چی خوب است که قسم بکنیم و چای هم بخوریم بیشتر. عزیز بگین که دو روز چطور سپری شد جناب دکتر جناب احمدی عزیز متفاوت بود خیلی هم عالی بود چون از نظر امنیتی امسال ماشاءالله امنیت بسیار خوب است و دید و بادید همراه دوستا و همچنان رسانه های دیگر هم داشتیم مصروفیت بیشتر بود ایدی دادن یا ایدی گرفتین گرچه والا ما تا حال مرا ایدی کسی نداده و امروز باید ندارین که ایدی گرفته باشین امروز نمیفهم که از شما ایدی بگیرم یا از همکارانتان مقصد کوشش میکنم باید ایدی بگیرم هم ایدی بگیرین هم ایدی بتن ولی زینب جان ایدی شب میتن دیگه حتما نه زینب جان زینب عزیزم اید شما تبریک میگم برای از یاها حتما ایدی میتم اما فکر کنم سنن شما از ما بزرگتر هستین باید شما مرا ایدی بتن خوب است من مشکل ندارم بعد از برنامه من ایدی بر شما حتما ایدی هست با زینب جان اجازه است این زینب جان ایدی از دکتر صاحب بگی و زینب عزیز تشکر چقدر خوب ایرم باش خیلی زمیمش کو این حال دکتر صاحب خوب است که خودتون اینجا هستی اینه می دخله که ما میگیریم باش که من ایره بیارم ای به نظر چند شده باشه دکتر صاحب از البته از روز اول بوده از روز اول بوده من مطمئن هستم اگر مهمان ها بیشتر بوده باشه از تقریبا شاید بیشتر از 10000 خب بیشتر از 10000 بیشتر شده باشه اگر 10000 نشده بود کم بود چرا خم پوره کنیم اگر نشده بود همکارام هست خیر است مشکل نیست از همکارام میگیریم و ما سهم میگیریم مشکل نداره بیا دکتر صاحب امید دخله که ما با زینب جان مشکلون زینب جان خودت باید خیلی عالی است زینب عزیز خب قبل از اینکه ما بشکنونیم زینب جان راز بر ما میگه که ما کیره بشکنونیم یعنی چی ها زینب جان با طفل خیابانی کمک میکنیم به به خیلی عالی با وجود که سنشان کوچک است اما یک فکر بسیار بزرگ دارن و در فکر هموطنان عزیز ما هستن و کوشش شوه که در این قسمت از هموطنان عزیز خواهشمند هستم که در فکر کسایی که بیچاره هستن در فکر از باید باشن کمک بکنن سه روز پول را که زینب جان جمع کرده ایره میده میکنه با همکاری دکتر صاحب خودم و میده کردنش هم دست زینب جان است و این پول باز بعد از سومیت گرفته میره کتابچه و قلم خریداری میکنه و به اطفال دوزداشتنی خیابانی کمک میکنه خب خیلی عالی میشه بیا دکتر صاحب تو زینب جان خودت اول یک خودت بزن خودت چکشته بزن برو نه شما خودت آفرین آفرین یک برکت این حال مکمتر بزن که خوب اوه اینه دکتر صاحب بیا حساب کنیم پولی که زینب جان پولی که زینب جان جمع کرده این حال باش که بخشی صاحبم تصویر از ایره خوبش گرفت
اینه دکتر صاحب حساب کنیم حساب که 20 زینب جان خیر ایره حساب کنیم دکتر صاحب شما بگیرین اینه مام کمک میکنه زینب جان چیز مشکل خونه بود اینی پول ها را ما جمع میکنیم شما هموطنان عزیز هم میتونین به اطفال دوست داشتنی خیابانی کمک بکنین من صدیه هایش جمع میکنم دکتر صاحب شما پنجاهی هایش جمع بکنین عالی میشه و زینب جان و 20 و 500 شم زینب جان خودت بگی 20 هایش هم خودت جمع بکن زینب جان ولی یکان وقتا از داخل پیسه جمع کردیم نه مهارت داریم دکتر صاحب بدون شک من تا حالم در یکان داخل دارم باید یکان آدم چی داشته باشه ذخیره داشته باشه ذخیره داشته باشه خوب است در روزایی که آدم شاید دکتر صاحب این پنجاه را خیلی شما زودتر نگم در حساب کردن دکتر صاحب جالب است که متاسفانه خرابی که چون پیسه هایم با زینب جان جمع کردم اما امیدوار هستم که والا ما آرزو داشتم که بیشتر باشه نبودک اما متاسفانه کمتر بوده این پیسه این حاله اینت زینب جان حالت حساب میکنی اما این حاله زینب جان دید که چقدر پیسه داشتم پیش روی بیندای عزیز دکتر صاحب شما حساب میکنی چند شد دکتر؟ تقریبا 1790 روپا 1790 روپا در بیدگاه اضافه میکنم که 1800 شد خیلی عالی است و من اضافه کنم یا شما؟ نه فرق نمیکنم من اضافه میکنم این زینب جان من اضافه میکنم جناب احمدی عزیز جان این یک دکتر صاحب لطف دگام کرد یک در افغانی دگام اضافه شد این شد 1800 افغانی نه دکتر صاحب؟ بله و زینب جان اینجا بیا بسیار زیاد تشکر که سه روزید با ما بودی و این پیسه را بعد از عید زینب جان خریداری میکنه کتابچه و قلم به اطفال دوست داشتنی اطفال خیابانی کمک میکنه کتابچه و قلم میخره سپاسگزار هستم از شما عزیزا هم که بیننده ویژه برنامه صبح زندگی بودین در حال حاضر میریم به طرف همکار خوب ما حفیظ امیری گزارش حفیظ امیری داشته باشیم و ما هم از حضور گرم شما خداحافظی میکنیم تا دیدار خدا نگهدار